به نام خدا. هموطن عزیز سلام، آتش افروز هستم، متخصص روانشناسی کودک و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز میخوام چند دقیقه راجع به شرایطی که در اون به سر میبریم خدمت عزیزان نکاتی رو مطرح کنم. عزیزان همه میدونن که کارآمدترین راه جلوگیری از انتشار این ویروس اینه که ما در منزل بمونیم و تردد رو به شرایط اضطراری محدود کنیم. خب سوالی که پیش میاد اینه که ما به عنوان یه خانواده ایرانی و اهل رفت و آمد چطور خودمون و بچه هامون رو با این شرایط جدید سازگار کنیم؟ نکته‌ای که به نظر میرسه خیلی مهم باشه در این شرایط برای گذران اوقات اینه که ما سعی کنیم هدف داشته باشیم، یعنی یک سری اهداف انتخاب کنیم و متناسب با اونها برنامه ریزی کنیم. عزیزان من، اگر انسان هدف نداشته باشه هم شرایط سخت میگذره و زمان دیر میگذره، هم این که وقتش به بطالت میگذره. ما اگر سعی کنیم که هدف انتخاب کنیم، هدف به ما انگیزه خواهد داد، هدف باعث میشه که انرژی ما بیشتر بشه و نهایتاً هیجان‌های مثبتی مثل امید و شادی در ما ایجاد بشه. به بچه ها هم ما میتونیم کمک کنیم که یک سری اهداف متناسب با سنشون و علایقشون برای خودشون انتخاب کنن و به تبع اون بتونن یک سری مهارت ها رو یاد بگیرن. اینجوری هم سرگرم میشن و حوصله‌شون سر نمیره و هم عزت نفسشون افزایش پیدا میکنه. در همین راستا نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ما باید سعی کنیم مثبت اندیش باشیم، به خصوص در این شرایط بحرانی مثبت اندیشی ارزش ویژه‌ای خواهد داشت. ما در واقع مطمئنن هر یک از ما یک سری علایقی داشتیم و داریم که شرایط زندگی اجازه نداده که اونها بپردازیم. به نظر من این بهترین فرصت هست که ما بخوایم به این دست از علایقمون توجه کنیم و برای اونها برنامه ریزی کنیم تا با پرداختن به اونها در واقع کودک درونمون رو زنده تر کنیم و حال دل ما هم مطمئناً بهتر خواهد شد. نکته دیگه ای که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم این هست که ما باید حواسمون بیشتر در واقع به بچه های کم سن سال باشه. بچه ها درسته که شرایط بحرانی هست، منتها ما نباید شرایط رو برای بچه ها بحرانی توصیف کنیم، چون اگر شرایط رو بحرانی توصیف کنیم بچه ها دچار اضطراب میشن یا اینکه ممکنه دچار وسواس بشن. ما باید شرایط رو جوری توصیف کنیم که بگیم این شرایط موقتی خواهند بود، این شرایط موقتی هست و حالا در طول مدت کوتاهی همه چیز به حالت اول در واقع برمیگرده و همین که سعی کنیم جزئیات حالا این بحران رو، اخبار مرتبط با اون رو در واقع به کودک ارائه ندیم، برای کودک توصیف نکنیم، چون خود این اضطراب ایجاد میکنه. در همین راستا یک پیشنهادی دارم به مسئولین محترم صدا سیما، این که سعی کنن برای سرگرمی بچه ها و خانواده ها مسابقه تحت عنوان مسابقه خلاقیت در منزل رو تبلیغ کنن و از این طریق خانواده ها و به خصوص بچه ها درگیر بشن، حالا کارهایی که احساس میکنن توانایی دارن انجام بدن و این کارها توسط مراکزی حالا مورد ارزیابی قرار بگیره و نهایتاً کارهایی که کیفیت خوبی خواهند داشت اینها از طریق صدا سیما در واقع مورد تقدیر قرار بگیرن. در پایان آرزو میکنم که هرچه سریعتر این بحران در واقع سپری بشه و زنجیره انتشار این ویروس و بیماری کووید 19 هرچه سریعتر متوقف بشه. برای همه عزیزان آرزوی شادی و تندرستی دارم. در پناه ایزد من